بسم الله الرحمن الرحيم. مركز انتشارات مسجد وزير محمد اكبر خان تقديم میکند سلسله خطبه های نماز جمعه از دکتور محمد ایاز نیازی. والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان نهایت محترم، جوانان ارجمند و هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از جمله امراضهای دامنگیر و سرطانهای معاصر که امروز ملت مسلمان و متدین ما با او دست و گریبان هستند، دوستای نهایت عزیز، فساد است. یک مقوله داریم در زبانی در ریمان که میگه دزدم خدا میگه و صاحب خانه و صاحب مالم خدا میگه. دزد میگه خدایا موفق داشته باشی که هرچی به دست میایه گرفته موافقانه برایم. صاحب مال میگه خدایا خانه مرا حفظ کن از شر دزدا. در یک حالت ملت بیچاره ما قرار گرفتگی استن که مفسدم میگه خدایا از این فساد ما را نجات بده و از برای خدا. مفسد میگه خدایا از این فساد ما را نجات بده و فساد توستی، اگر دعا قبول شد باید تو دور شی. دعا بکن خدایا این ملت از شر ما نجات بده، ای تو بود. نگو که خدا از این فساد ما را، چرا خودت فساد استی، خودت در فساد ملوث استی. به هر حال دوستان نهایت عزیز، دین مبین اسلام به حکم این که یک نسخه آسمانی و برای هدایت انسانها و بشریت تا قیام قیامت آمده است و تضمین کننده تمام سعادت و نیکبختی برای انسان هاست و انسانها را از تمام انواع فساد، بدبختی، شرک، انحراف، دیگر امراضی که انسانیت با او هماهنگ نیست و یا مسیر حرکت انسان و جوامع انسانی را معطل می سازد، انسانها را نجات می دهد، به شرط از این که ما به این دین پناه ببریم. دوستان نهایت عزیز، اینجا است که خواستیم پیرامون فساد صحبت علمی داشته باشیم. ما به خودتان معلوم است که نمیخواهم، هر کس از خود موقفی دارد و هر کس از خود مشربی دارد در دعوت یا در ادای امانت و ادای مسئولیت. ادای مسئولیت یک عالم همیست که به شکل علمی غیر جانب دارانه یک مرض در چوکات قرآن و سنت و رهنمای شریعت و ارشادات دین مبین اسلام او را تشخیص بررسی میکند و به او نسخه پیش میکند. این مسئولیت یک عالم است. اگر شما ما کجا و علما کجا، بهترین افتخار به من است که کفش یک عالم به دست خود گرفته و پیش روی از او استاد شوم، در خدمتش باشم و خداوند ما را با علمای عامل و با عمل در روز قیامت حشر بکند. دوستان نهایت عزیز، وقتی که ما به شکل دقیق اگر پدیده فساد یا فساد اگر بررسی بکنیم، تمام انواع فساد به یک نوع فساد برمیگردد، یا اصل و بنیاد تمام انواع فساد یک نوع فساد است که او فساد اداره است. یک مثال کوچک، خانه و یا اعضای فامیل و فامیل خود تمثیل از یک حکومت می کند. در این خانه کلانی وجود دارد، یا پدر است یا پدر کلان است و معاون پدر مادر است.
و بسا اوقات مادر خود اصلا حاکم مطلق است در خانه، چنانچه پیغمبر بزرگوار علیه السلام وقتی مسئولیت ها را تشریح می فرمایند و هر فرد امت در برابر هر نوع فساد و بیبندوباری مسئول معرفی می کنند، می فرماید که الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته، خبردار که هر کدام از شما حیثیت حاکم دارین، مسئول هستین از رعایاتان، از اتباعتان، از رعیتتان در حضور پروردگار پرسیده می شوید. و المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، خانم در خانه شوهر خود مسئول است، حاکم است، از رعیتش در روز قیامت پرسیده می شود. بنابراین دوستای عزیز، وقتی که در یک خانه اداره وجود نداشته باشه، فرض کنیم پدر وجود ندارد، یا پدر هست ولی بی کفایت، مادر هست بی کفایت، اطفال و اولادی که در این خانه رشد میکنند، کلان میشوند، نشو و نما میکنند، داخل جامعه میشوند، فرض کنیم 15 نفر از اعضای فامیل، از دختر و بچه یا از پسر و بچه، ما و شما فرض کنیم در این خانه کلان شدند، 15 فاسد و مفسد ما داخل جامعه ساخت. فساد از کجا؟ از اداره. کدام اداره؟ اداره خانه. برعکس، اگر پدر احساس مسئولیت میکند، مادر احساس مسئولیت میکند و اداره در اونجا وجود دارد، پرسشی وجود دارد، بچیم کجا بودی؟ چی کردی؟ در سایت خاندی؟ آداب اولاد، تربیه درستی اولاد در نظر گرفته میشود. اینجاست که ما در آینده به جامعه خود 15 تن مصلح را پیش کردیم. دوستان نهایت عزیز، از همین جا که اولین اداره در جوامع انسانی در جامعه اسلامی خانه است. هر خانه‌ای که اداره سالم داشته باشد، مدیریت درست داشته باشد، او خانه به جامعه خود انسان‌های مصلح تقدیم می کند. هر خانه‌ای که برعکس فاسد باشد، اداره وجود نداشته باشد، بر جامعه خود انسانهای اوباش، رهزن، بیوجدان، بیتربیت، بیادب و منفی را تقدیم میکنند. به جای از اینکه ما وقت که نفوس شماری بکنیم بگویم که الحمدلله نفوس افغانستان به 35 یا 36 میلیون رسید، به این نباید افتخار بکنیم. در این نفوسی 36 میلیون امان یا 35 میلیون امان چقدر انسانهای صالح و مصلح وجود دارد. پیغمبر به کثرت و زیادت امتش نمی بالد، بلکه ایره خود پیغمبری بزرگوار علیه السلام یک مصیبت تلقی می کند، بلکه به کیفیت می بالد. امتی با کیفیت، انسانهای با کیفیت، جامعه با کیفیت. دوستان نهایت عزیز، پس همچنین قیاس میکنیم اداره را به یک اداره مسجد. در یک مسجد کوچک 5، 10، 15، 20، 30، 40، 50 خانه افرادی از او جمع میشه و نماز میخوانند. اگر در این مسجد اداره درست باشد، آنچه که ارتباط دارد به مسئولی که در مسجد است، مردم کمک و همکاری میکنند در روشنگری مردم، در تربیت اولاد مردم. اینجاست که ما در یک محله 50 خانه مصلح و صالح را ساختیم. متوجه اولاد مردم می باشیم، متوجه مسئولیت مردم می باشیم. به یک قریه وقتی که اوج می گیرد، در یک قریه وقتی که یک ارباب، یک ملک صالح و نیک باشد، اهل قریه نیک و صالح می باشد. میرم به ولسوالی که یک ولسوالی مشتمل چندین قریه می باشد، یک ولسوال نیک و صالح و با ایمان باعثی از این می شود که تمام منطقه به طرف صلاح، به طرف نیکی، به طرف سعادت سوق داده می شود. از چند ولسوالی یک ولایت ساخته می شود و در رأس یک ولایت والی قرار دارد. در صورتی که یک والی مؤمن و متدین با داشتن یک اداره سالم داشته باشیم، یک ولایت مطلقاً اصلاح می شود. از چند ولایت کشور ساخته می شود،
وقتی که مرکزی یا حکومت مرکزی که از افراد متدین و مؤمن و صالح و مسئول و با ایمان و با وجدان متشکل می شود، تمام ولایات اصلاح می شود، از چند کشور یا قاره ساخته می شود. در قاره ای که مسئول قاره انسان باشد یا اداره باشد که چند کشور به طرف رشد و صلاح رهنمایی می کند، قاره نیک و صالح، داشتنی با پروگرام، مبارزه علیه فقر، مبارزه علیه جهل، از چند قاره یک کره ساخته می شود که امروز سازمان ملل متحد تنسیل از همان اداره می کند که تمام کشورهای جهان در زیر کنترل و یا در زیر قیادت سازمان ملل متحد است. این سازمان اگر یک اداره سالم داشته باشد و این اداره و این برنامه های سازمان ملل متحد اگر مبتنی بر عدالت باشد، استوار بر تامین عدالت ما بین همه انسان ها باشد، حقوق بشر بدون امتیاز در نظر گرفته شود، تامین جهانی در نظر گرفته شود، علیه زورمند و بدماش اقدامات جدی و حمایت از مظلوم، هیچ تق تفنگی در جهان نمیشه. دوستای عزیز، ای بود یک مروری بسیار خلاصه با مفهوم اداره. میایم به اسلام عزیز. رزوخ پل دین، اسلام یواز منز او روژه نده، یواز زکات او حج ندیر. سید چی بنی الاسلام علا خمس، دا پینزو شیان دی چی پدی باندی زمونگ دین استوار: کلمه مبارکه، منز، روژه، زکات او حج. دا زمونگ دا دین اساسات. لیکن د دې پسنګ اسلام قانون لري، نظام لري، نظام اداري، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام فامیلی. لله الحمد د انسانانو په هر د جوان په هر ارخی د اسلام نظام شته، ځکه چې الله جل ذکره خالق د انسانانو دی. یاد لري چې الله خپوي چې انسان کوم شی ته ضرورت لري او په کوم شی باندې انسان صالح کیږي، اصلاح کیږي، او د کوم شی په وجه انسان فاسدی، کوم شی د انسان د ګټې د پاره ده، کوم شی د انسان د زیان د پاره دی. د اسلام قوانین ټول په دې دوه نقطو باندې ولاړ دي: جلب المصلحه، دفع المفسده. د اسلام قوانین ټول په دې دوه نقطو باندې ولاړ دي چې منفعت په کوم ځای کې وي، د منفعت د جلبولو دپاره او د ضرر د دفع کولو دپاره د اسلام قوانین وضع شو. دا دی د اسلام پروګرام او قانون. دوستای نهایت عزیز، به قانون چرا ضرورت داریم؟ به نظام چرا ضرورت است؟ به اداره چرا ضرورت است؟ وقتی که انسان اول خداوند آفرید، حضرت آدم علیه السلام تنها بود، نارام بود. حضرت آدم نارام بود تا با وقتی که انسان دیگر خداوند با او نه آفرید، آدم تسکین و آرامش برای آدم علیه السلام نبود. قرآن میگه هو الذی خلقکم من نفس واحده، خداوند او ذات است که شما را از یک نفس آفرید، آدم، و جعل منها زوجها. از آدم خداوند جل ذکره همسری از او را آفرید، لیسکن الیها، تا اینکه تسکین حاصل بکند، با همسر خود با انسان دیگر تسکین حاصل بکند، الفت بگیرد. کلمه انسان از الفت گرفته شده است. انسان برای انسان مألوف باید باشد. برای انسان مألوف چی معنا؟ محبوب انسان باشد. انسان باید دوست بدارد. ولی دشمنی ها از کجا بروز می کند؟ دشمنی ها از کجا؟ ده دشمنی دی کم زینه رسی؟ حال داده انسان ده انسان نه بغیر جوان نشی تیره، ولی
او د انسان طبیعت هم داده لکه څنګه چې فلسفه وایي مدني او تبع یعنی اجتماعي تبع د ټولنې نه بغیر ژوند نشي کولی تنګیږي هغه انسان چې ټولنې نه غواړي هغه انسان چې د انسان انساني جامعې نه یا انساني اجتماع نه لرې ژوند تیری هغه مریض دی ها صحیح ده کوم وخت چې کاملا ټولنه یا جامعه یا اجتماع د انسانیت چې فاسد شي او د اصلاح بله لاره پاتې نه شوله نو په هغه حالت کې یو مؤمن نشي کولی چې په دغه ټولنه کې وخت تیر کړي نو هغه د دین د خپل دین دپاره د خپل دین د ساتلو دپاره بیا ځان وباسي هغه بله خبره ده لیکن تر څو پورې چې په انسانانو کې امید د اصلاح وي دا جایزه نه ده چې یو انسان انسانیت پرېږدي ټولنه پرېږدي اجتماع پرېږدي او لاړ شي په یو غار کې او د خپل ځان د نجات دپاره ذکر و اذکار و عبادت نه اقبال صاحب په دې ځای کې ډېر یو ښکلی شعر لري مصلحت در دین عیسی غار و کوه مصلحت در دین عیسی غار و کوه مصلحت در دین ما جنگ و ستو در دین محمد علیه الصلاه و السلام مصلحت مبارزه است اجتماعیت بودن است مقاومت است در مقابل فساد باطل ظلم اما مصلحت در دین عیسی علیه الصلاه و السلام به خاطر فقط اصلاح اخلاق فرستاده شد عیسی علیه السلام فقط گوشگیری گوشنشینی در غار و در کو زندگی کردن است این فرموده حضرت اقبال است به همین لحاظ است یک انسان مسلمان تا به وقتی که وجود از او به نفع دیگر باشد بودنی از او در مابین جامعه لازم است ما بسیار دانشمندا داریم علما داریم الحمدلله بفرمایم بریم افغانستان اوهو یک کشوری که سراپا فاسد باشه خب چی وقت بخیر تشریف میبرین به در صورتی که همه ای معنا ایست که همه اصلاح شون همه وقتی که اصلاح شد در میدان هوایی کابل همه افغان ها به دستاشان اکالیل گل و استقبال مکی آمدن باز در وقت ما به افغانستان تشریف میبرم پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که مبعوث می شوند غیر از خودشان در وادی مکه در جزیره العرب بلکه در کره زمین کسی نیست که لا اله الا الله و محمد رسول الله بود. از حضرت آدم علیه الصلاه و السلام تا حضرت نوح علیه الصلاه و السلام تا حضرت شیس علیه السلام تا هود صالح شعیب موسی عیسی همچنین دیگر انبیا و خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم این مشکلات با امت ببین به خاطر اصلاح امت قبول تمام مشکلات اینجاست دوستای عزیز که وجود هر انسان مسلمان در صورتی که او مفید باشد برای امت رسول صلی الله علیه و سلم در ما بین جامعه او ضروری است یک مسئولیت بزرگ ایمانی و وجدانی است من سر موضوع خدمت عرض شد که تمام انواع فساد با فساد اداره گره خورده است فلسفه وجود انسان خدمتتان میخوام عرض بکنم که وقتی که انسان مدنی و طبع باشد و کلمه انسان به معنی انس و الفت است و انسانها یک دیگر دوست دارند خود چه ضرورت است به قانون چه ضرورت است به دیگر مشکلات ها به اداره ببینین دوستان این تحلیل اسلامی است و این نظر اسلام است کاش از این دروازه سیاست مدارای جهان داخل اصلاح بشریت و جوامع بشری شود انسان مرکب است از غرایز متعدد در وجود انسان غرایز متعدد وجود دارد چی معنا؟ خواهشات متعدد انسانی وجود دارد غریزه جنسی غریزه خودخواهی غریزه توسعه طلبی غریزه برتری خواهی غریزه حرص حب مال و جاه خداوند در سوره مبارکه و العادیات می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشهید خیر به معنای مال است
انسان در برابر حب مال و دنیا سخت میکوشد. ان الانسان خلق هلوعا، انسان آفریده شده است حریص. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. اندک مصیبتی وقتی که برش میرسد فریاد میزند، وقتی که یک چیزی دنیا را به دست میارد، حرص، بخل، بدبختی، خودخواهی پیشیش میشود. اینجاست که انسان به اصلاح ضرورت پیدا کرد. اینجاست که 124,000 پیغمبر کم و بیش فقط به همین هدف فرستاده شد که انسانها باید چی شوند؟ اصلاح شوند. و برنامه انبیا را خداوند جل ذکره در قرآن در چندین آیت ذکر میکند. از جمله میفرماید: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. چرا؟ ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ما انبياء خدا فرستادیم با دلائل و معجزات قوی و همراه انبیاء کتاب دادیم تا اینکه عدالت قائم بکند و انسانها به اساس عدالت زندگی و جوامع بشری یا جامعه انسانی به پایه های عدالت استوار شود. خو و انزلنا الحديد، ما فرود آوردیم آهن را. دیچی اشاره قرآن است. فیه بأس شدید، یکی از منابع جنگ آهن است. و منافع للناس، برای انسانها در آهن منفعتهای دیگری هم نهفته است. چه ارتباط است ما بین کتاب و ترازو و ما بین حدید یا آهن؟ تبایی انسانها مختلف است. طول انسانان یو قسم ندید. یو انسان چی دری خبری واوری، در حق چی دری خبری واوری، اصلاح کی، وگ خلاصی، او یو انسان داغین زیاد غاری چی نور در سرا تشریوشی. یو انسان مجادله و مناقشه که ترسو پوری چی زان قانی کی. یو انسان بالکل نمانی، نه دین منی، نه توحید منی، نه عدالت منی، او پا ظلم و استبداد او بربریت باندی داغا عقیده او ایدیالوجی استوار او قائم دی. نو دلتا الله اشاره که استخدام ده قوت ترسو پوری چی ده موانی ده لاری نلری چی چی حق خلق تورسی. و انزلنا الحديد فيه بأس شدید. خداوند در برابری از ایک کتاب، انسانهایی که از کتاب مستفید می شوند، از دعوت مستفید می شوند، نتیجه و انزلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. ترازو ترازوی دو پلای ما و شما نیست. این تعبیر قرآنی اشاره به طرف اقامت عدالت است، پیادگی عدالت است که در نتیجه کتاب عدالت تأمین می شود. در صورتی که با کتاب و دعوت و پند و موعظه عدالت تأمین نشد، فساد اوج می گیرد. و انزلنا الحديد فيه بأس شدید. در برابر ظلم و استبداد و بربریت و فساد قوت به کار برده می شود به امر پروردگار، تا اینکه جوامع بشری، جامعه انسانی از هر نوع ظلم و فساد و بدبختی پاک صاف شده، انسانها در پهلوی یکدیگر برادروار زندگی بکنند. که رسول اکرم علیه الصلاة والسلام طبق آیات ذکر شده عملا همچنین جامعه را برای انسانیت ساختن، جامعه ای که اصلا در اونجا هیچ کس به کس جور نبود. در مابین اوس و خزرج تقریبا 200 سال جنگ دوام کرد. مردم مکه همیشه روابط اجتماعیشان جنگ، تجاوز و ظلم تشکیل میداد. ولی ما شما میبینیم که از همین مردمی وحشی، از همین مردمی بی فرهنگ، از همین مردمی سخت دل، از همین مردمی ظالم و
مشرك و منحرف و تاریک رسول صلی الله علیه و سلم انسانهای را تربیت میکنن. اینا ملائک نبودن، همه عمو بود پرستا بودن، همه عمو منحرفین بودن، همه عمو متجاوزین بودن، همه عمو قاتلا بودن، همه عمو ظالما بودن، حتی به اولاد و جگرگوشه خود رحم نداشتن. در احد، در سنگر احد، در مقابل مشرکین دندان مبارک به شهادت رسید. تعداد 70 تن از صحابه کرام شهید شدند در راه خدا، تعداد زیادی زخمی شدند. حتی اخوت و برادری به حد اوج میگیرد که در وقت نزع روح، در وقت سکرات مرگ که به قطره آب، جزیره العرب است، به قطره آب ضرورت داره، وقتی که در پیاله کسی آب برش پیش میکنه، به شخصی که آب برش پیش میکنه میگه که به اندیوالم یا بیادرم شاید تشنه تر باشه از من. ایست نمونه آنچه که رسول علیه السلام برای انسانیت به ارمغان آورد، ایست نمونه اصلاح در اسلام. دوستای عزیز، قسم به ذاتی که کائنات پیدا کرده است، نه تنها ما ملت افغانستان، تا جوامع بشری به این دین بر نگردد، مشعل راه خود اسلام و قوانین نجات بخش اسلام را قرار ندهد، در این زمین هرگز اصلاح نمی آید. هرگز. چرا؟ الله خالق است و قوانین را که وضع کرده. الله لذت نمی برده از کشته شدن تو، برعکس. الانسان بنیان الله، انسان دیوار الهی است. وقتی که تو حتی بچه سرکش و عاق و دوست داری، حضرت نوح علیه السلام در پیش رویشان وقتی که بچه شان به طرف غرق شدن روان است و عطوفت پدری غالب می آید، خود پیغمبر است و بچهش مشرک است، میگه پروردگار این ابنی من اهلی، فرزند از اهلی ما است، تو خواده کرده بودی که اهلی تو را نگاه میکنن. خداوند تا به وقت که برش میگه نوح ای بچه ای تو نیست، ای در خط تو روان نیست، و ای عطوفت از کجا آمد؟ پدرش بود. ای شفقت از کجا موج زد؟ شفقت پدری بود. در حالی که در حدیث صحیح آمده است محبت 100 پارچه شد و 100 بخش تقسیم شد، 99 بخشش خداوند با خود نگاه کرد و 1 بخشی از او به تمام مخلوقات تقسیم شد. آیا خدا تو را دوست نداره؟ سخت تو را دوست داره، ولی تو رای خدا و آدرس خدا گم کرده ای. خدا وقت که فیصله به قصاص میکنه، یک انسان قاتل خانه انسانی را از بین میبرد، اطفال انسانی را به ناحق یتیم میسازد. خداوند اینجا میگه که از این قصاص گرفته شود تا عدالت تأمین شود، و زندگی تا نمده همین چیز است. ولکم فی القصاص حیا یا اولی الالباب. بخاطر قطع کردن یک انگشت میکروبی تمام جسد سالم و محفوظ بماند. خداوند خوبتر میفهمد، خودش میفرماید الا یعلم من خلق. آیا او ذاتی که خلق کرد از کائنات را به پرزجات انسان و کائنات را نمیداند؟ و هو اللطیف الخبیر. در حالی که او لطیف است، باریک بین است و خبردار است از همه اجزای تو، از آنچه که به منفعت تو است و آنچه که به ضرر تو است. دوستای عزیز، اینجا هست که به خاطر جلوگیری از هرج و مرج، طغیان و سرکشی که در نتیجه طغیان غرایز و خواهشات انسانی جامعه انسانی را برهم می زند، اینجا چیزی زیر عنوان دستور و یا قانون شریعت برای انسانها تدوین کرده است. در این قانون ببینیم چیزی که است. انسانی که در حق انسانها تجاوز می کند، جزای از او تعیین شده است. در برابر قتل ناحق، در برابر سرقت، در برابر ظلم، در برابر غصب،
در برابر رشوت، در برابر اختلاس، در برابر رهزنی، در برابر شرابخوری و ترویج فساد، در برابر فساد اخلاقی قوانینی وضع شده است که این دستور که امروز زیر عنوان قانون یاد می شود از طرف الهی امروز در دسترس است. دستور خود تطبیق نمی شود، ضرورت است به افرادی که ایره بشناسن و بفهمن، تشخیص بتن، معرفت کلی داشته باشن از قوانین، و بعد از او افرادی که طبق همین قوانین در روشنی همین قوانین فیصله بکنن. سوم، افرادی که بعد از فیصله عملا این قوانین پیاده کنند. این از ارکان ثلاثه دولت با یک فرق کوچک. در اسلام قوه مقننه شریعت است. در اسلام مقنن که در زبان عربی مشرع میگن، تشریع به معنای تقنین، قانونگذاری، قانونگذار شریعت است. بلی، مصادر شریعت کتاب خدا، سنت رسول، اجماع علمای امت، قیاس، عرف و دیگر ادله که فقها و علمای حقوق اسلام درباره از او بحث کردند. در حالی که مصادر قانون وضعی، عرف و نیازمندی های جامعه، اینجاست که قوه مقننه از دیدگاه قانون وضعی عبارت است از افرادی که قانون وضع میکنند، اما از دیدگاه از منظار شریعت یا از منظور شریعت قوه مقننه صاحب شریعت است که به ما تقنین و تشریع کرده است. بلی، آنچه که صراحتا حکم از او در کتاب و سنت ذکر نیست، در اجماع امت ذکر نیست، ما قوه مقننه داریم که در اصطلاح فقه اسلامی مجتهدین میگیم یا مستنبطین میگیم، کسانی که از روشنی در روشنی کتاب و سنت احکام و مسائل و قوانین را استنباط میکنن در برابر حوادث جدید. اینجا هست که اسلام عزیز تا قیام قیامت، تا وقتی که یک انسان در روی زمین زنده است، اسلام باقی است و تضمین کننده سعادت بشری است. به دیگر پیغمبری ضرورت پیدا نشد، به دیگر کتابی ضرورت پیدا نشد، به دیگر قانونی ضرورت پیدا نشد. در جهتی مثال، وقتی که یک پدیده در جامعه هویدا می شود، در تلاش میشن مقننین، مقننین قانونی وضعی که در برابر این چه نوع ماده ای وضع شود. مقننین یا مجتهدین قانون شرع در تلاش میشن که در روشنی کتاب و سنت حکم این مسئله را چطور ما استنباط بکنیم. شراب در اسلام حرام است و برای از او حدی تعیین شده است، مجازاتی تعیین شده است، ولی مواد مخدر در قرآن و سنت ذکر نشده است. اینجا است که به اصطلاح امروز مقننین و به اصطلاح فقه اسلامی مجتهدین و مستنبطین میشینن، مجلس میکنن، پیرامون مواد مخدر بحث میکنن که مواد مخدر چی معنا، تمام کیفیت و به اصطلاح صفات این ماده را مورد بررسی علمی و فقه قرار میده. رجوع میکنن به اطباء، اینجا رجوع میکنن به دکترها و کسانی که در این راستا تجارب دارن. دکتر صاحب، مواد مخدر که یک انسان وقتی که معتاد میشود چی بدبختی هایی را به بار میارد و چی مفاسدی را در قبال دارد، از دیدگاه طب دکترها معلومات میدن، به اقتصاد دانا مراجعه میشود که یک انسان و افرادی که به مواد مخدر معتاد میشوند از نظر اقتصادی چه مشکلات اقتصادی را به بار میارد. یک، دو، سه، چهار.
پنج الى آخری. خب اینجاست که فقها بعد از جمع‌آوری معلومات در قضیه در تعقیب علت می شوند که میبینیم که در شراب علت حرمتش چیز که قرآن به صراحت شراب تحریم کرده است و در حدیث و در احادیث پیغمبر علیه السلام تحریم شده است و برای از اون مجازات تعیین شده است. میبینیم که فساد عقل اوهو ای خود در مواد مخدر هم است، بناهن علتی که بخاطر از او شراب تحریم شد در مواد مخدر پیداش کردیم. حکم شراب انتقال میکند به مواد مخدر، همان طوری که شراب حرام است هر آن چکی باعث مختل شدن عقل انسان میشود حرام. ایست مفهوم تقنین و تشریع در قانونی در مسائل حقوق اسلام و انواع اقسام تا به روز قیامت اگر حادثه جدیدی رخ میده دیجا اسلام ساکت نیست، عاجز نیست از حل از او، بلکه به شکل بسیار درست علمی با او برخورد میکنه، رای حل از او را پیدا میکنه. دوستای عزیز، به این خاطر است که ما گفتیم حکومت متشکل است از سه قوا: قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضاییه. و خدمت عرض شد که قوه مقننه را در اسلام بشر گفته نمیتونه، مقنن و مشرع خدا و رسول است. مشرع و مقنن خدا و رسول، بله مفسر بشر است، تفسیر فقهی و حقوقی میکنه در باره آنچه که در او توضیح نشده. به این اعتبار میتونیم بگیم که علما و فقهای اسلام در قضایایی که حکم در قوانین اسلام صراحت ذکر نشده است یا در حقوق اسلام صراحت ذکر نشده است حیثیت مقننی ندارند. خود استای نهایت عزیز، پس وقتی که دیدیم که تشکیل حکومت از دیدگاه اسلام و از نظری قانوندانها از سه قواش قوه قضاییه فیصله می کند، قوه مقننه یا مفسره تفسیر قانون می کند، قوه اجراییه اجرا می کند. بر می گردیم با مشکلاتی که پیشتر خدمتتان عرض شد در آغاز صحبت که تمام فساد بر می گردد به فساد. پس اداره یک حکومت متشکل از همین سه قواش، با تفکیک ما بینی قوه قضاییه سیادت دارد، هیچ وقت زیر تأثیر هیچ نوع حکومت قوه قضایی در تاریخ اسلام نامده است. حضرت امام اعظم ابو حنیفه فخر امت رسول صلی الله علیه و سلم و امام ائمه یعنی امام امامان، ابو جعفر منصور برش میگه ابو حنیفه هر چه قدر فکر کردم از تو انسان مناسبتر، عالمتر، حقوق دانتر پیدا نکردم که در رأس قوه قضاییه باشد. ابو جعفر منصور خلیفه عباسی و میفهمند که قلمرو دولت اسلامی چند قاره را در بر میگرفت و میخواهد که امام الاعظم ابو حنیفه در رأس قوه قضاییه قرار بگیرد. و در ما بین ما و شما یک گپ است که ابو حنیفه قضا را دوست با حکومت یا مطلبی است که با دربار یا با اداره سر و کار نداشت. اشتباه است. ابو حنیفه امام سیاست بود، همان طور که امام تقوا، امام تقوا، امام فقه، امام علم بود، امام سیاست بود. در قضیه امام زید که از اهل بیت در مقابل عباسی ها قیام کرد، حضرت امام یگانه کسی بود که از اهل بیت در اینجا حمایت میکند. امام اعظم ابو حنیفه یک شخصی منزوی نبود. به خلیفه گفت به یک شرط، متوجه باشی. گفت چی؟
گفتم و قضایی که در عهد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عمر ابن عبدالعزیز بود اگر همان قضاست ما افتخار دارم، اگر قضایی که فیصله را تو کنی در آخرش من امضا کنم هرگز نه. به این معنا که قضا فوق الخلافه، قضا فوق الخلافه، این یک اصل اساسی در نظام قضایی اسلام است. قصه را همگیتان یاد دارین و بارها تکرار شده است و خواندین. امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه با یک یهودی پیرامون لباس جنگیش دعوا دارد، آیا قاضی را به دارالخلافت یا به ارگ خواست؟ نه خیر، به حیث یک انسان عادی و یک رعیت خیلی عادی عریضه خود به قاضی خود پیش کرد، به قاضی شریح عریضه کرد که لباس جنگی مرا فلان شخص یهودی سرقت کرده است. قاضی حضرت علی را خواست و مدعا علیه را خواست. ببینید قضا فوق الخلاف، خلیفه در اینجا به حیث یک فرد عادی لباس خلافت دور میماند، لباس پادشاهی را دور میماند، به حیث یک فرد عادی داخل اداره قاضی یا شعبه قضا میشود. هر دو استاد هستند. حضرت علی را گفت که شاهد، گفت که حسنی بچیم، گفت خودت میدانی، در حالی که میفهمی که علی کی بود، قاضی القضات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، مشاور ارشد و قاضی حضرت عمر در طول خلافت حضرت عمر بود حضرت علی رضی الله تعالی عنه. گفت خودت میدانی که شهود ناقص است. گفت چرا؟ گفت شهادت یک فرد کفایت نمیکنه، شاهدی دیگر، یک دوم شهادت فرزند برای منفعت پدر قبول نیست. بالاخره فیصله کرد با لباس جنگی علی برای یهودی، و چند قدم هم که یهودی رفت و بیشک یمودین است که در تورات حقانیتی از او را مخاندم، لا اله الا الله محمد رسول الله. پس علی آمد منفکت شریح از قضا، وقتی که آمد به پیشانی مبارک علی چین بود. قاضی شریح فهمید که ناراحت است، ناراحتی به خاطری از این نبود که فیصله به یهودی می شود و خلیفه مسلمان ها محروم می شود، نه، گفت که عدالت به شکل درست تأمین نکردی. گفت چرا؟ وقتی که من داخل شعبه قضا شدم به من بیشتر نظر میکردی، در حالی که قاضی نظرش باید مساویانه باشد، اگر یک نظری بر روی مدعی میکنه نظری دومش بر روی مدعی باشد. دوم مرا ابوالحسن گفتی و مردکر نامش گرفتی، در اصطلاح عربی کلمه کنیه به احترام است، به او شخص احترام نکردی، به من بیشتر در گفتگویت احترام کردی، بنابراین این نقص خودم آینده تکمیل بکنی. ایز قضا در اسلام. دوستای عزیز، جهان به شمشیر به این دین نپیوسته، جهان به برکت عدالت اسلام به این دین پیوست و در عمق جهان دین مبین اسلام جایگاه پیدا میکنه، قبل از اینکه در مابین جوامع بشری، قبل از او در دلها راه پیدا می کند. محبت اسلام، عدالت اسلام. دوستای عزیز، اینجاست برادرای نهایت عزیز که پس وقتی که میاییم به موضوع خودمان، فساد اقتصادی از کجا شروع می شود؟ از ضعف اداره. فساد سیاسی از ضعف اداره. فساد اخلاقی از ضعف اداره. فساد اجتماعی از ضعف اداره. و فساد طبی از ضعف اداره، فساد عسکری و نظامی از ضعف اداره، فساد حتی بازسازی از ضعف اداره. چند مثال بسیار خرد و کوچک. امروز در کابل اگر متوجه شده باشین، خوش شکر است، الحمدلله خوش میشین، خوشحالی گو
چې زمون وطن ودان او آباد شي او الحمدلله بلند منزل خو ورځ په ورځ زیاتیږي او ماشاءالله کمیت خو ډېر ښه تقریبا لس دولس پنځلس ته مو رسېدو کیفیت ته چې ګورو خدای دې ونه کړي چې کومه زلزله چې په ترکیه کې وشوله زه خو همیشه د الله نه خیر غواړو د ټول مسلمانانو دپاره د خپل ملت دپاره کومه زلزله چې په ترکیه کې وشوله خدای دې ونه کړي چې په افغانستان کې وشي یو یم نه پاتې کېږي یک بلند منزل فکر نکنم که سری پای خود استاد باشه این تجربه را از سرک ها داریم از سرک ها من سرکی در وقتی مرحوم داود خان جور شده بود با بسیار مشکل وقتی که بازسازی شد قیری از او سری از او کار شد قیری از او دور شد در بالای از او قیر انداخته شد او را ببین با وجود عبور و مروری وسایل زری و تانگه ها و جنگه ها ولی امتو محکم بود سرکی را که ما میسازیم امروز تا خشک شدنش خراب میشه تا خشک شدن از یک طرف میسازیم از دیگه طرف خراب میشه آیا همین چیز در تعمیراتی که امروز خصوصا تعمیراتی که به خاطر تجارتی ساخته میشود آیا این چیز مردم رعایت میکنن بلکه دوستای عزیز وقتی که وجدان از پیش انسان رفت وجدان بزرگترین نعمت است وجدان دل لوی نعمت دیده خدای چاچه خپل وجدان دل لاس نور کرد ده هغه همیشه تجارت ده انسانانو پوینه باندی ولار دی خیر کوی ده تجارت ده انسان گوره پوینه باندی ولار دی خیر خدای دی وکی چی اوچ شپش پیسی رش دالر رش در حالی که میکرویانا را دیدین چقدر جنگ ها سری از این تیر شده است ولی همه محکم است این شفاخانه 420 که به نام مرحوم محمد داود خان به ای اواخر نامگذاری شده است یکی از دکتر صاحبا گفتن که یک مشکل در مجاری آب آمده بود چند برمه شکست به خاطر تغییر دادن خود امی مسئله مجاری آب بالاخره وقتی که بجای از او بدیلی را گذاشتن شش مام کار نکرد دوستای نهایت عزیز بیاین فکر کنیم سری از این موضوع که فساد در تمام اعماق جامعه ایمان موج میزند در تمام به سری تبابت میریم اولا امکان داره که ما با چند هزار دکتر و طبیب داشته باشیم یک ارزیابی شد است که امی آدم نمیفهم پروفیسر فلانی 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 تقریبا چهار سطر نامش است و پایین تر میاییم متخصص امراض گرده متخصص امراض معده متخصص امراض داخله خو یک چیز یادی است و متخصص اطفال و هیچ چیز نمیمانه که خو یک پرسان شده است که امی آدم کدام جا طب خوانده است یا نخوانده است یا شش ماه فقط کورس خواندگی با جان انسانها با حیات انسانها بازی کردن به انسان به حیات و به جان بندی لو با کول در دل روی ظلم دی سر دواها میاد تا چی وقت امروز میبینیم که یک دکتر به یک طفل شش هفت ده قلم دوا نوشته میکنه ده قلم دوا را یک طفلی که عمری از او از دو سال تجاوز نکنه بلیاز خدا و قرآن چه تو هضم کردن بتانه چه جذب شوه ولی چون کیفیت نیست اولا تشخیصی درست اگر وجود داشته باشه بله ایست فلان تکلیف ایست نسخش ایست بس یک قلم ده. در مصر برای طفل از یک قلم بیشتر دوا نوشته نمیشه یگان چیزهای اعراضی جوانبی داشته باشه یا چیزی داشته باشه میگه خیر باشه اینه با یگان به اصطلاح خودتون ینسون یا ما و شما جوانی و بادیان میگیم یا بعضی نباتات طبی میگه باید این تداوی شود و این دوا درست نیست یک قلم دوا و امروز ما و شما میبینیم که کسایی که تجارت دوا را میکنن به جان ملت بیچاره به حیات ملت باز میکنن بله ما دکترای مخلص داریم
متخصص های خوب داریم الحمدلله، تشخیص خوب میکنن، ولی په پختو کې یو مثال دی، په یو گل پسلی نکی، مشکل دار په یو گل پسلی نکی. او سو پوری چی داکتر چی کم صحیح تشخیص کی هغه پلاس کی صحیح دوائی نوی او په دوائی کی کیفیت نوی، بیا سوایو ولادی په چی باندې نه پویږي. راځه چې لار شو هندوستان ته یا پاکستان ته لار شو، هلته هم ایجنټان تیار دی که نه؟ دلته څه کوي؟ افغانان په چی باندې نه پوهیږي. راځه چې ادرس درکوم، داسې ډاکتران شته په پاکستان کې او په هندوستان کې، مړی ژوندی کوي، مړی ژوندی کوي. دلته څه کوي؟ چرا کمیشن کاری میکنن؟ ای خودشم ای خودشم سهم داره. در میدان هوایی دهلی که پایین میشه دیگه کمیشن کارا اونجاست، در حالی که اینه میده مریض اگر دوایی درست در دسترسش قرار بگیره، دوستای عزیز، تشخیصی درست شوه، بدون شک در 5000 افغانی جور صحت سلامت میشه. چرا پرسان نیست؟ بناهن همه برد میگرده دوستای عزیز با فساد، فساد. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. این آیت وقتی که تلاوت میکنم، ما همه گی خود هی فساد غرق هستیم، ما کجا مصلح و صالح هستیم؟ وقتی که آیت تلاوت میکنم میگم سبحان الله، رب العالمین ببرکت یمی قرآن و بجا و مقام پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه وسلم ما را حلاق نکن، وگرنه ای آیت افاده ازیر میکند. انسانها از هلاک و عذاب در وقتی بچ می شوند که در مابینشان انسانهای مصلح وجود داشته باشد. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، نگو و اهلها مسلمون، و اهلها مصلحون. حتی در صورتی که اصلاح روان باشد، اگر ظلمی هم که باشد، به خاطر از او خداوند مؤاخذه انسانها را نمیکنه، به برکت اصلاح. چنانچه حضرت شعیب به قوم خود به بسیار شیوه زیبا و مقبول می فرماید، این اريد الا الاصلاح ما استطعت، ما فقط دیگه اراده ندارم، هدف از آنچه که با شما در گیر هستم اصلاح شما هست در قدر توان. دوستای عزیز، همه در برابر ملتمان، در برابر نفسمان، در برابر اولادمان، در برابر فامیلمان، در برابر اقتصادمان، در برابر طبمان، در برابر مرده و زنده مان مسئولیت داریم که متوجه شیم به این بدبختی تا چی وقت، چی مشکل است. گاهی شد میکنیم فساد برای خارجی ها، و خارجی ها وقتی انتقاد میکنن حتی با فرهنگ و تاریخ من تاخت و تاز میکنن. در سال گذشته اگه یادتان باشه که افغانها مردمی بی فرهنگ هستن، این چیزم شنیدی متاسفانه، وقتی ذلت یک ملت که در ذلت قرار میگیره، ذلت بسیار بد چیز است. خداوند این ذلت از ما و شما دور کند. دوستی عزیز، همیشه گفتیم و ایرا نه تنها من بلکه حتی رئیس بی جمهورم میگه، اینها نامدن که وطن ما را آباد بسازن. اگر کسی به این فکر باشد که دیگرا می وطن ما را آباد می کنه، خانه ما را دیگرا آباد می سازد، این خیال است و محال است و جنون. هر کس به خاطر مصلحت و منفعت خود حق دارد که حرکت بکنه، ولی چرا تا چی وقت ما و شما خواب باشیم با مصلحت و منفعت خود، خاک خود، ملت خود کار نکنیم، احساس نداشته باشیم، زنده نشیم؟ تا چی وقتی ذلت؟ به کدام طرف روان هستیم؟ چی باید کرد؟ دوستای نهایت عزیز، در دو نکته، آگاهی ملت، تطبیق قانون خدا، بس. نور چه نشت؟ خلق آگاهی، خلق آگاهی، دی جهل نه وساتش، دی جهل نه وجورش، او دا الله قوانین تطبیق شی، پا خدای می قسم دی. ذکر چه الله وای زنوایو، کلا چه وای ولکم فی القصاص حیا، قصاص که استاس جوان دی، قصاص استاس جوان تامینوی، یو مفسید و یو مختلیس، یو مفسید او یو مختلیس دلتا اعدام شی، پا خدای می قسم دی طول افغانستان گل و گلزار شی. درسی نده؟ یک مفسید
و یک مختلیس، یک مفسد و یک مختلیس. نامه ها گرفته می شود، به میلیون ها و میلیارد ها مال ملت به سرقت برده می شود، انتقال داده می شود از وطن ما، نامش گرفته می شود. باز یک مدت می بینی که در دیگه وظیفه گماشته شد، از او پوزش هم خواسته می شود که ببخشن که مطبوعات یک وقت رسانه ها بیادبی می کنن. یک کمی گستاخی شد، بسیار ببخشن، دیرو بخی لگه گستاخی وش کلا خیر دی. غم مکوا. متاسفانه یک مختلیس که به خون ملت ما قصرهای آباد شده، آبش آبی که از او گل شده است، خون ملت است. ولی همیشه گفتم و میگم که هیچ وقت خداوند جل ذکره برای ظالم، برای انسان ظالم او فرصت بیشتر نمیده که بتانه که او لقمه حرامی را که دادنش انداخته او هضم نمیشود انشاءالله، و او قصرهایی که به خون ملت بیچاره ما آباد شده است او قبرستانش خواهد شد انشاءالله. دوستای نهایت عزیز، به هر حال اگر گفتنی ها زیاد است ولی در او وقتی که اقدام عملی نشود بجز خستگی و بجز افسردگی دیگه چیزی نیست. ولی امیست که در روز قیامت اگر 100% هم نتانستیم مسئولیت خود ادا کنیم، 10% هم میگم که پروردگارا آنچه که در توان من بود و آنچه که به ما سپرده شد 10% از او را خود انشاءالله با کمک تو ادا کردیم. الله تعالی می 10% ما را به درگاه خود قبول بکند و الله تعالی ای فساد و اصلاح مبدل بسازد. الهی ملت ما را از این خواب غفلت بیدار بسازد، از این ذلت برای همیش ما را نجات بده. خداوند اخوت و برادری را در مابین ما زنده بسازد و یکی از همشیرهایتان که بسیار به افسردگی و ناامیدی از همگی ما و شما تقاضا کرد که بیچاره اولاد ندارد، همگی به اخلاص دعا میکنیم که پروردگارا به این همشیره عزیز اولاد نیک و صالح نصیب بکن پروردگار. به اینها و به همه برادران و خواهرانی که در همین آرزو هستند اولادهای نیک و صالح نصیب بکن و کسانی که اولاد دارن اولادهایشان نیک و صالح بساز. الهی جوامی بشری را از فساد و بدبختی نجات بدی، جوامی اسلامی و جامعه مسلمان افغانستان پروردگارت خودت اصلاح بکن. الهی در راه اصلاح و در راه روشنگری ملتمان به ما توفیق ببخش. الهی قانون شرع که تضمین کننده تمام ساعت تو نیکبختی به ما و به همه انسانیت است، خداوند روشنی از او به ما زندگی نصیب بکن. الهی تمام مریض ها را شفای کامله و عاجله نصیب بکن. الهی آنچه گفته شد، آنچه شنیده شد به درگاه خود قبول بکن. تو از ما راضی باش. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه.